سلام گرم به شما بینندگان محترم نوید محمدزاده هستم با برنامه زنگ سلامت قسمت 27 امروز میخوایم راجع به افراد سالمند یا مسن صحبت بکنیم همینجا اینو اشاره بکنم که منظور من از افراد سالمند افراد 80 90 ساله نیست فقط افرادی که در واقع اینو بگم که از سنین چهل پنجا به بالا در واقع هممون شامل این گروه میشیم و یه سری منتها تمرکز اصلی رو افراد بالای 65 به بالا در نظر میگیریم در این برنامه میخوایم راجع به مسائل و مشکلات که مشکلاتی که برای این گروه از افراد پیش میاد مورد بررسی قرار بدیم و به یه سری نکات مفید بپردازیم امیدوارم که با رعایت اینا بتونید جلوگیری بکنید از خیلی از مسائل و مشکلات متعددی که برای این گروه از مردم پیش میاد خب ببینید بدن ما از نظر فیزیولوژی از سن سی سالگی شروع به پیر شدن میکنه هم تعجب نکنید داره معمولا همه به سی که میرسن میگن خب ما اول جوانیمونه و تازه یعنی یه دونه از گلامون نشکفته ولی اشتباه میکنید بعدا از سن سی سالگی شروع به پیر شدن میکنه همجور که می منم شامل این گروه هستم خب پس ببینید از نظر فیزیولوژی پیر شدن از سن سی شروع میشه و کم کم دهه به دهه که میریم جلو این فرسودگی و در واقع دی میگن تخریب بافت ها شروع میشه متاسفانه خب در این مسیر چی سری مسائل هست که خیلی کمک میکنه به تأخیر و مراقبت از بدن تأخیر از بیماری ها و پیر شدن در واقع و جلوگیری از خیلی از بیماری ها غذای سالم حرکات و ورزش های سالم و کار درست و مراقب خوب ببینید یه سری از معمولا مردم متاسفانه تغذیهاشون ایراد شدیدی داره که تخصص من نیست البته اطلاعات خیلی زیادی دارم ولی نمیخوام راجع صحبت بکنم معمولا ترجیح میدم راجع همون تخصص اصلیم که حرکت و ورتش هست صحبت بکنم ولی تغذیه خیلی مهمه امیدوارم که همتون با کم کردن مواد گوشتی و افزودن مواد غذایی از جمله سبزیجات و میوه‌جات به غذای روزانه‌تون بتونید کمک شایانی بکنید به سلامتیتون نکته بعدی ورزش و حرکت که اینم به اندازه کافی راجبر صحبت خواهم کرد مسئله بعدی کار و فعالیت های تونه. ببینید متاسفانه مسائل زندگی اینقدر آدم رو درگیر میکنه و غرق در این کار و فعالیت های روزانه میشیم که کاملا فراموش میکنیم که این بدن استراحت نیاز داره این بدن به مسائل دیگه نیاز داره و اینو یادتون باشه که کار و کار کردن و کار زیاد یکی از بدترین چیزها برای بدنه معمولا سن که میره بالا فعالیت های مردم هم بیشتر میشه کاراشون هم بیشتر میشه تا به جای میرسن که بازنشسته میشن و به همین دلیل از سن سی تا ۵۶ شست از که مردم بازنشسته میشن بیشترین فشار کاری رو ایناست و حالا این کار فعالیت بدنی باشه فعالیت دفتری باشه در هر شرایطی که شما کار بکنید اگه ساعت کاریتون زیاد باشه اگه فشار کاری بیش از حد بهتون بیاد اگه استرس کاریتون زیاد باشه تمام اینا باعث مشکلات زیادی براتون میشه که امیدوارم با رعایت این نکته و با دادن و داشتن استراحت کافی به خودتون و اطرافیانتون بتونید کمک خوبی بکنید به سلامتیتون مسئله اصلی که من میخوام راجع به افراد مسن یا سالمند صحبت بکنم در واقع به مسئله پیشگیری و جلوگیری از انواع مشکلاتی که برای این گروه از مردم پیش میاد میپردازیم مهمترین ای که میخوام بهش اشاره بکنم فالس پروونشن هست در واقع یه تحقیقات خیلی زیادی تو چندین سال گذشته یا یکی ده دو دهه گذشته توسط های مختلف پزشکی و مخصوصا رشته فیزیوتراپی تغییرات خیلی زیادی داشتن راجع به پیشگیری از افتادن در واقع فالس پروینشن یعنی پیشگیری کردن از افتادن و زمین خوردن چرا چون این یکی از های اساسی افراد مسن هست ببینید وقتی شما پا به سن میذارید حالا بریم تو گروه 65 به بالا خیلی از بیماری ها تو بدنتون هست متاسفانه که ازش خبر ندارید خیلی از بیماری ها در حال بدتر شدن هستن ما متوجه نمیشیم تا به جای میرسن ببینید خیلی از بیماری ها بیماری ها چیز میگن ساکت میگن در واقع مثل فشارخون مثل قن مثل مسائل مختلف دیگه اینا تا موقعی که به بدترین حالت نرسن اثراتش رو نشون نمیدن و به همین دلیل بهترین کاری که شما بایستی بکنید هر پنج ماه یا حداقل یه سال یه بار دیگه معمولا میگن سالی دو دفعه سه دفعه شما یه چکاب کامل بایستی بکنید تا پیش دکترتون حالا آزمایش و خونه آزمایش مختلف دیگه که آگاهی داشته باشین از شرایط داخلی بدنتون. نکته اصلی که راجع به پیشگیری از افتادن به بپردازم اینه که چرا این مسئله پیش میاد؟ ببینید همونجور که گفتم به خاطر یه سری از مشکلاتی که بدن داره و ما از اون آگاهی نداریم. یک سری از این مسائل مسائل نورولوژی هستن. ببینید تو افراد مسن خودتون احساس کردیم بر فرض پدر بزرگتون فراموشی گرفته اولش کمه کمه خیلی وقتا این نفر فراموشی داره یا شنواییش مشکل پیدا میکنه یا دیدش مشکل پیدا میکنه و یا بالانس شخص مشکل پیدا میکنه یا شروع حرکت براش مشکل میشه خیلی از به خاطر خشکی مفاصل اینجور مسائل که تو افراد مسن پیش میاد خیلی از مسائل هست که تو بدن ما میره به بالا و به جای میرسه که نمیذاره ما به طور طبیعی را بریم یا به طور طبیعی از پله بریم بالا یا به طور طبیعی از پله بیایم پایین یا در موقعی که میبندیم باز میکنیم ببینید اگه بالانس شما اگه شنوایی شما اگه دید شما اگه مسائل داخلی بدن شما اگه هر مسئله نورولوژی مغز شما آسیبی ببینه یا در حال آسیب دیدن یواش یواش باشه اینا باعث میشه که شما نتونید خودتون رو کنترل بکنید و متاسفانه تقریبا آمارهای مختلفی هست ولی بین 70 80 درصد از افراد مسن یه بار میافتن و این افتادن در سنین بالا به این راحتی میتونم بگم مساوی با شکستن یه جایی از بدن و مهمترین قسمتی هم که آسیب پذیره و مورد جراحت قرار میگیره معمولا سر استخون رانه که شکستگی استخون ران باعث میشه که شما اولا یکی دو ما بیافتین تو خونه و ریسک های دیگه ای که داره چون مقاومت بدن در اون سنین یکم پایینتره تره بدن اون قدرت و نیروی جوونی رو دیگه نداره ریکاوریتون خیلی طول میکشه و خیلی از این افراد من دیدم تو همون دو ماهی که مفصل رانشون شکسته استخونه رانشون شکسته دچار یه سری از بیماری های دیگه میشن با اون مثال بیماری های های مختلف یا باکتری مختلف که تو بیمارستان به بی اینا سرایت میکنه بارها و بارها شنیدین که یه نفر پا شکست رفت بیمارستان و دیگه متاسفانه فوت کرد ببینید با خاطر اینکه در سنین بالا مقاومت بدن اونقدر قوی نیست اونقدر بالا نیست و میکروب ها و باکتری ها خیلی راحت میتونن روی شما اثر بذارن خب پس به همین دلیل فالس پروینشن یا پیشگیری از افتادن یه نکته خیلی بزرگ و وسیعیه که شامل تمام افراد بالای 55 به بالا میشه 60 به بالا و دلیلش هم اینه که فقط اون شکستن و جراحت زانو یا دست شما نیست چون در سنین بالا وقتی میفتی اولا نمیتونی خودتو کنترل کنی بارها من دیدم مریض در این سنین از 5 تا پله سر خورده رفته پایین که به شکستگی کمر میتونه به منجر بشه به آسیب دیدن به سر صورت منجر میتونه بشه ببینید یه نفر جوون وقتی میفته تو مسابقات وردش های فوتبال و غیره تو خیابون مرتب میبینید مردم میفتن ولی هیچیشون نمیشه برای اینکه اولا جوونن دومم با خاطر اون جوونی وقتی میفتی سری دستا میرن پایین و جلوگیری میکنه از آسیب به صورت و سر شما و یا قسمت های دیگه ولی وقتی که سنتون بالاست دیگه سرعت دست شما به اندازه یه نفر 25 ساله نیست که سری دستا برسن به زمین وقتی افتادی متاسفانه با واسن میخوری زمین یا با پشت میخوری زمین یا به بغل و اون حتی با دستم که بخوری زمین شونتون آسیب میبینه پس به همین دلیل بایستی جلوگیری بکنید از افتادن حالا چجوری میشه جلوگیری کرد از افتادن راه ها و تحقیقات خیلی زیادی انجام شده و راه های خیلی زیادی پیشنهاد کردن از جمله یه سری مسائل کوچک مثل تاریکی و روشنایی خوب منزل شما که همیشه حتی اگه تو روز هم یکم نور کم بود میتونید از لامپا و اینا استفاده بکنید برای روشنایی دوم یه سری مسائل کوچک مثل لبه در از یه اتاق وارد اتاق, اتاق دیگه میشین این لبه های در اگه ایراد داشته باشه یا برامدگی داشته باشه برای افراد جوان مشکلی نیست ولی برای افراد مسن چون قدرت خم شدن مفصل مچ پا مشکل پیدا کرده نمیتونه پاشو به خوبی بیاره بالا یا بالانسش خوب نیست بیا پاش به اون لبه گیر میکنه میفته زمین حتی لبه فرش ها خیلی وقتا باعث شده که یه نفر بیفته زمین و پله رفتن پله اومدن بالا مسائل داخلی مثل دستجویی هموم شما مخصوصا هموم رفتن چون خیس خیلی میافتن و مسائل زیاد متعدد دیگه مسئله دیگه که خیلی مهمه اون چکابی که من اشاره کردم اگه شما چکاب برین پیش فیزیوتراپیست یا, یا دکتر متوجه میشه که بالانس شما خوب هست یا نیست شنوایت مشکل داره دیدتون مشکل داره و فراموشی داره یا ندارید پس این چکابه به با موقع باز پیشگیری میکنه از خیلی از مسائل افتادن و مشکلات دیگه مسئله دیگه ای که خیلی روش تاکید کردن و من میخوام بهش بپردازم مسائل ورزشی و حرکت سالم است من آه میخوام آه از دوستان که یک فیلمی هست نشون بدن و من راجبه این مسئله با اتون مفصل صحبت میکنم چون خیلی خیلی نکته مهمیه تحقیقات زیادی روی این حرکت ها و ها برای افراد مسن انجام دادن و این فیلمی که مشاهده می کنید یکی از این برنامه هاست که برای افراد انجام دادن اینا رو در کلاس گروهی و یا شخصی میتونید انجام بدین و از حرکت ها و ورزش های خیلی ساده شروع میشه و مرتبا اینا در هفته دو سه دفعه میتونید انجام بدین به این سادگی حرکت ها نگاه نکنید به شرایط یه نفر مسن و بالای 65 به بالا نگاه کنید البته معمولا دیگه تو این دور زمانه 65 تا 75 و اینا هم مردم خیلی سرحال و هیچ مشکلی ندارن اصل مشکل تو سنین 80 70 به بالا 80 90 ایجاد میشه که خوشبختانه با طولانی تر, تر شدن عمرم دیگه ما افراد مسن بالا 70 80 90 خیلی زیاد میبینیم و تو جامعه ها و یک مشکل بزرگی هست و خواهد شد مخصوصا در کشور ما هم چون تغییراتی روش انجام دادن به نحوی اینا میتونه در آینده به عنوان مثال سی سال آینده ما بایستی بدونیم که چقدر سالمند داریم و چجوری میتونیم با اینا برخورد کنیم و از اینا مواظبت کنیم بدونیم که هزینه های بیمارستانمون بره بالا هزینه های درمانمون بره بالا هزینه های نگهداری از اینا تمام اینا برنامه ریزی میخواد و غیره خب خب خو برگردیم به فیلم ببینید در این فیلم شما میبینید که بنا مقتضیات شخص و افراد حرکات ها رو طور انتخاب میکنن که معمولا که کنار یه صندلی یا روی صندلی باشه به با عنوان مثال به این حرکت اگه نگاه کنید میبینید که شما دستتون به صندلی میگیرید و خیلی راحت پاشنه پاتون میاریم بالا یه دو سه ثانیه مکس میکنید و میرید پایین معمولا استفاده از یه صندلی یا یه نفر کنار شما بودن خیلی لازمه چون بازم به خاطر پیشگیری از مسائل جانبی از جمله افتادن و جراحت های دیگه و حرکت بعدی رو که میبینید پنجه پاتون میاریم بالا این دفعه که این باعث کشش خیلی خوبی میشه در مایچه ها و بافت پشت ساق پاتون و غیره یه نکته که من اشاره بکنم تو افراد مسن پاسچر و حالت اسکلت اینا یه فرم خاصی میگیره اگه به این افراد نگاه کنیم معمولا همه یکم قوز میکنن به جلو متاسفانه به خاطر اینکه ستون فقرات مایچه ها ضعیف میشن و این ستون فقرات رو نمیتونن در حالت صاف و مستقیم نگه دارن و این خود باعث یه سری مسائل جانبی دیگه میشه مایچه های بدن از جمله مایچه های پاها یه سری کوتاه میشن یه سری ها شل میشن با عنوان مثال مایچه پشت پای اینا خیلی کوتاه میشه که باعث جلوگیری از راست شدن کامل زانو میکنه مسائل خیلی زیاده برای افراد مبتنی بر کار و شرایطی که در طی ده سال قبلش داشتن میتونه فرق بکنه حالت های اینا به همین دلیل حتما و حتما من توصیه میکنم که پیش فیزیوتراپیست برید اگه بالای 65 به بالا هستید یک چکاب معمولی بکنه متوجه میشین که با یه چکاب میتونید از خیلی از مسائل پیشگیری بکنید یا به عنوان مثال کسایی که مریضی های نورولوژی دارن مثل دایمنشیا پارکینزان و آلزایمر و غیره اینا خیلی موقع راه رفتن اون حرکت اول مشکل پیدا میکنن ولی با انجام یه سری ورزش ها شما میتونه خیلی این کارها را ساده بکنید این ورزش رو اگه اینجا نگاه بکنیم متوجه میشین که برای مایچه پشت پا و باسن خیلی خوبه و هر کدوم از اینا رو میتونید 15 دفعه یا 20 دفعه تکرار بکنید در کنارش یه استراحت خوبی میکنید بعد یه سری ورزش ها را میتونید در حالت دراز کش یه سری را در حالت ایستاده و یه سری را در حالت نشستن روی صندلی انجام بدین ورزش ها برای اینجور مواقع و این افراد خیلی زیادن من توصیه میکنم اگه سابقه ورزشکاری دارید هر ورزشی رو که میتونید انجام بدین در از حد توانتون هست به راحتی انجام بدین تا موقعی که میتونید نگران نباشید که این خوبه یا بده ورزش همیشه خوبه به حدی که فشاری بیش از حد به بدنتون نیارید و ورزش بعدی رو نگاه میکنیم اینجا بازم میبینید که قشنگ دستشون به صندلی میگیرن برای جلوگیری از افتادن و پاتون رو به عقب خم میکنید که این برای ماهیچه های پشت پا خوبه و روی پایم پای هم که وای میستیم باز چند سانی با چند ثانیه اونو بالا نگه میداریم برای پای هم که روش وای خیلی خوبه ببینید این ورزش ها برای این افراد خیلی خیلی مفیده حتی تحقیقات ثابت کرده که ورزش تو سن نمیشناسه این خیلی نکته جالبیه یعنی ورزشی که شما انجام میدین تو سنین بالا هم خیلی مؤثره حالا شاید اثراتش خیه کم کمتر از سنین جوانی باشه ولی خیلی مفیده و همیشه جواب داده در این حرکت میبینید که قشنگ با صاف کردن زانو به مایچه جلوی پاتون کمک میکنید و اون هفتش ثانیه هم که مکس میکنید باعث میشه که زانو مایچه جلوی پاتون قوی بشه مهمترین مایچ هایی که تو این سن شما باید روش تاکید داشته باشی موقع تمرین مایچ های پا و باسن و کمر هست چون حالا درست دست و شونه و این هم لازم و مفیده ولی مایچه های پا و باسن هستن که شما را سر پا نگه میدارن و از همه مهمتر جلوگیری از افتادن و اینجور مسائل میکنن خیلی خوب این ورزش ها را همجه گفتم میتونین هفته دو سه دفعه انجام بدین یه برنامه خیلی ساده ای که من در یکی دو جمله برای این عزیزان بگم اینه که شما میتونید با یه سری نرمش خیلی ساده از مچ پاتون شروع بکنید که اینو چند جلسه پیش برای گرم کردن بدنم اشاره کردم قشنگ از مچ پا بعد زانو بعد کمر بعد شونه بعد گردن بعد آرنج بعد مچ دست تمام اینا رو به چندین جهتی که میتونید به عنوان مثال نشون دادم مچ میره بالا پایین چپ راست و میچرخه همین ها را هر کدوم سی چل دفعه انجام بدین و از همه مهمتر ببینید این ورزش خیلی خوبیه یه دستتون یا دو دستتون میگیریم به صندلی و قشنگ یکم خم میشین زانو زانوهاتون و میایم بالا میتونید اون دو تا 15 تا یا دو تا 10 تا اگه سخته و یا اگه اولش سخته یه 10 تا انجام بدین و بعد یکی دو هفته میتونید خیلی راحت دو برابرش بکنید اتیاجی نیست شما بیش از حد ورزش بکنید اگه در کنار این ورزش هایی که نیم ساعت یکی دو سه دفعه در هفته خیلی عالیه شما بتونید یه 20 دقیقه نیم ساعت پیاده روی در برنامه روزنتون داشته باشین دیگه نور الان نور میشه به قول معروف پس خواهش میکنم که حتما و حتما پیاده روی را بیارید جزی از کارتون قرار بدین پیاده روی باعث میشه که مخصوصا بیشتر از 7 ده دقیقه که انجام بدین تمام سیستم داخلی بدن شما به کار بیاد تمام مایچه های شما کار میکنن تمام سیستم گردش و خون شما سیستم تنفس شما به کار میفته هورمون ها میشن و از همه مهمتر مواد زائد از بدنتون میره بیرون و تمام سیستم شما رو به کار میندازه و احساس آرام و خوبی داریم بعد پیاده روی و م... پیشگیری میکنید از خیلی از بیماری های داخلی و غیره پس امیدوارم که افراد بالای سی سال حتما هر چنگاه و مخصوصا افراد بالای 50 و شهست سال هر سالی یکی دو دفعه یک چکاب کامل داشته باشن ورزش جزوی از برنامه روز آجنه شون باشه ورزش و پیاده روی جزوی از برنامه زندگیشون باشه و حتما و حتما ببینید نکته اینه که شما باید پیشگیری بکنید از زیر دست افتادن در واقع مستقل نبودن ببینید یه فردی که سن بال 65 داره با کوچکترین خطا و اشتباه میتونه تمام عمرش یا رو تخت باشه یا رو ویلچر بمونه ببینید نکته خیلی مهمه من تاکید زیاد کردم امیدوارم که نکته رو گرفته باشین چون یه اشتباه کوچک یه افتادن کوچک یه ضعیف بودن بدن و عدم ورزش عدم فعالیت باعث یه بیماری میشه و اون موقع است که میفتین روی تخت یه نفر باعث مرتب ازتون پذیرایی کنه و همونجا به خاطر عدم حرکت بدنتون هی مرتب تخریب میشه مرتب بدتر میشه و حادتر میشه مشکلاتتون تا جایی که حتی مذرت میخوام برای دستشوی رفتنم نیاز به کمک پیدا میکنید پس مسائل تو این سن خیلی مهمه من بازم تأکید میکنم یکی چکاب یکی غذای سالم یکی ورزش سالم معمولا مردم ما به غذاشون اهمیت خوب میدن ولی ورزش تو فرهنگ ما و تو مردم ما اون جایگاه اصلی رو نداره امیدوارم که تونسته باشم شما رو متقاعد کنم که به ورزش اهمیت دوچندانی بدین و افراد مسن از پیاده روی و هفته دو سه دفعه ورزش های مشابهی که دیدین دریق نکنید چون باعث میشه که پیشگیری بکنید از خیلی مسائل به آخر برنامه رسیدیم شما رو به خدا میسپارم و در آخر یه نکته اشاره بکنم که اگه پیاده روی به مثال مشکل دارید یا دوست ندارید میتونید شنا برید اگه شنا دوست ندارید میتونید دو سواری بکنید اگه دو سواری مشکل دارید از این دو هایی که ثابتن میتونید بگیرید اگه اونم نمیتونید یک سری های کوچیکی هست که میتونید بذارید جلوی صندلیتون و پدال بزنید پس نکته ای که میخوام بگم اینه که کریتیو باشین در واقع نوآوری داشته باشین بر مبنای شرایط زندگی محل زندگی و نحوه زندگی تون یک سری اکتیویتی و فعالیت های روزانه خوب برای خودتون برنامه ریزی کنید و اگه هم سوالی و نکته‌ای دارید میتونید با ما در میان بذارید شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد خدا نگهدار